سلامونه. نن جمعه د 2023 کال د مارچ 15مه نیټه ده. د دیرشو دقیقو خپرونې ته ښه راغلاست. په نننۍ خپرونه کې د اونۍ مهم خبرونه او په اړه یې د میلمنو شننې وړاندې کوو. زه سمیع الله جلالزی یم و ما هم فرخنده پیمانی هستم. امیدوار هستم هفته خوب را سپری کرده باشین. در این برنامه وضعیت زنان و ادامه محدودیت های طالبان بر زنان و رسانه ها را با مهمانان برنامه به بررسی میگیریم. امید است تا آخر برنامه با ما همراه باشین و اما نخست میپردازیم به خبرها. په بیت المقدس کې نن جمعه ګڼ شمېر مسلمانانو د روژې په میاشت کې د جمعې لمونځ ادا کړ. د سږ کال روژه په داسې حال کې رارسېدلې چې د اسرائیل او حماس ترمنځ د 15 میاشتنۍ جګړې د پای ته رسېدو نښې نه لیدل کېږي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې د غزې له څلورو څخه یوه برخه اوسېدونکي له قحطۍ سره مخ دي. د غزې د روغتیا وزارت په وینا په دې 15 میاشتنۍ جګړه کې څه باندې یو دیر زره فلسطینیان وژل شوي دي. روسیه امروز شاهد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بود. رای دهندگان در مسکو گفتند که خواهان اتحاد، تغییر برای بهتر شدن و کسب احترام در جهان هستند. اسوشیتد پرس گزارش می‌دهد که انتخابات سه روزه ریاست جمهوری به طور قطعی ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین را برای 6 سال آینده تمدید می‌کند. پس از آن که دو کاندید انتخابات ریاست جمهوری روسیه از کارزار انتخابات منع شدند، اکنون پوتین رقیب واقعی در برابر خود ندارد. از جانب دیگر با وجودی که رای دهندگان با انتخاب اندک مواجهند، امکانات نظارت مستقل انتخابات بسیار محدود می باشد. د اروپای ټولنې پارلمان په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په زیاتېدو او په عام محضر کې تورنو کسانو ته د اعدام د سزا په ورکولو ژوره اندېښنه ښودلې او له طالبانو یې د اعدام د سزا د بندېدو، ښځو، همجنسګرایانو، قومي او مذهبي لږکیو پر وړاندې د توپیري چلند د پای ته رسېدو غوښتنه کړې ده. د اروپای ټولنې پارلمان د پنجشنبې په ورځ په یو پریکړې لیک کې چې د دغه پارلمان په انټرنیټي پاڼه خپور شو، ټینګار کړی چې له طالبانو سره د اروپای ټولنې هر ډول اړیکې یوازې د اروپایي کمیسیون لخوا د ټاکل شویو شرایطو او د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي د وړاندیزونو او سپارښتنو پر اساس مخته وړل کېدای شي. دا پریکړې لیک چې د 1514 موافقو، 9 مخالفو او 4 ممتنې رایو پر اساس تصویب شوی، پکې ویل شوي چې طالبانو د افغانستان قضایي سیستم له منځه وړی، قاضیانو ته یې په بشپړ ډول د شرعي قوانینو د پلي کېدو امر کړی او په حقیقت کې ښځې او نجونې له ټولنیز ژوند څخه څنډې ته کړي دي. دیدبان حقوق بشر با اشاره به بحران اقتصادی افغانستان میگوید که کمک های بشری کنونی پاسخگوی بحران انسانی در افغانستان نیست. فرشته عباسی، پژوهشگر دیدبان حقوق بشر، ناوقت روز پنجشنبه 14 مارچ با نشر اعلامیه‌ای گفت که افغانستان بیش از 2 سال است که در بحران اقتصادی به سر میبرد. چون با گفته وی، تمویل کنندگان کمک های مالی خارجی را پس از تسلط طالبان در سال 2021 قطع کردند و بانک مرکزی افغانستان را نیز از سیستم بین المللی معلق کردند. بر بنیاد گزارش ملل متحد در سال روان میلادی 23.7 میلیون نفر در افغانستان به کمک های بشردوستانه نیاز خواهند داشت. عباسی با استناد به این گزارش گفت که 69% مردم غذای کافی ندارند، 67% در دسترسی به آب مشکل دارند، اقتصاد 27% کاهش یافته است، تنها 40% از مردم به برق دسترسی دارند و علاوه بر آن سیستم صحت و درمان در آستانه سقوط قرار گرفته است. طالبان تا تهیه این خبر در این خصوص چیزی نگفتند، اما در گذشته همواره گزارش‌های نهادهای بین المللی را درباره وضعیت بشری و اقتصادی در افغانستان رد کردند. ادامه برنامه 30 دقیقه خوش آمدین. سیما بهوس، مدیر اجرایی امور زنان ملل متحد، در این هفته پس از دیدار با نمایندگان زنان افغان در نشست کمیسیون وضعیت زنان در مقر این سازمان، بر اشتراک آنان در روند تصمیم گیری های مربوط به افغانستان تاکید کرد. شماره زنان افغان اشتراک کننده در این نشست خواهان برطرف کردن ممنوعیت و محدودیت های طالبان بر حقوق اساسی و بشری زنان شدند. محمد حمدی با شرح بیشتر.
سیما بهوس، مدیر اجرایی امور زنان ملل متحد، با نشر پیامی در ایکس گفته است که باید تلاش‌های خستگی ناپذیر جهت فراهم کردن فضا برای زنان افغان و مشارکت آنها در تصمیم‌گیری‌هایی که بر کشورشان تأثیر می‌گذارد صورت بگیرد. بهوس تأکید کرده است که در افغانستان بزرگترین بحران حقوق زنان در جریان است. انتونیو گوترش، منشی عمومی ملل متحد، در نشست سالانه دو هفته‌ای کمیسیون وضعیت زنان که در مقر سازمان ملل متحد روز دوشنبه 11 مارس آغاز شد، با ابراز نگرانی گفت که حقوق زنان و دختران در جهان از عقب‌گرد رنج می‌برد و میلیون‌ها تن آنها بیشتر بار جنگ و مناظره متحمل می‌شوند. نمایندگان مدافع حقوق زنان، مقامات و فعالان در جریان دو هفته آینده راه‌های را بررسی خواهند کرد تا پیشرفت‌ها در راستای برابری جنسیتی تسریع گردد، به ویژه از طریق رسیدگی به فقر و سرمایه‌گذاری روی زنان و دختران. من فکر نمی کنم که حتی یک مثال در جهان باشد که کشوری بدون مشارکت زنان یا محبوس کردن زنان در خانه ها یا اجازه ندادن به مشارکت به رشد و بهبودی اقتصادی رسیده باشد. شما نمی توانید رشد اقتصادی پایداری برای توسعه داشته باشید. در حالی که ما درباره اهداف توسعه پایدار صحبت می کنیم، اما از بین بردن ارزش های مدنی یا رد حقوق اساسی زنان وجود دارد. طالبان آموزش دختران را بعد از صنف ششم نیز منع کرده و بر رفتن آنان به اماکن عامه مانند پارک ها، ورزشگاه ها و آرایشگاه ها محدودیت وضع کردند. طالبان همواره تأکید کردند که احکام و محدودیت های وضع شده مطابق احکام اسلامی می باشد. فوزیه کوفی، عضو پیشین ولسی جرگه افغانستان، در این نشست ممنوعیت آموزش دختران توسط طالبان را مغایر با احکام اسلامی دانست. The schools will open in Afghanistan. در زمان 6 روز مکاتب در افغانستان باز خواهد شد. سال تعلیمی آغاز خواهد شد و برای سال سوم دختران اجازه رفتن به مکتب را ندارند. من یک تن از آن کسانی بودم که در عین وضعیت را در دوره اول حکومت طالبان تجربه کردم و حالا نسل بعدی خواهرانم به یک بارگی در یک چشم زدن شاهد هستند که همه چیز سقوط کرد و عین وضعیت را تجربه کردند. ما می‌دانیم که این کارشان در مغایرت با اساسات اسلامی است. حکومت طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان در ماه اگست سال 2021 محدودیت‌ها را بر آموزش دختران، کار زنان در سایر سکتورها به استثنای صحت و معارف در دیگر سازمان‌های حکومتی و غیر حکومتی منع کردند. فاطمه گیلانی، رئیس پیشین هلال احمر افغانستان، گفت این وظیفه زنان است که برای حقوقشان حق خواهی کنند. برای ما زنان افغان، زنان مسلمان تنها بحث حقوق ما نیست. موضوع عمیق‌تر از آن است. این وظیفه ما است. و برای من بسته شدن مکاتب برای زنانی که دستور داده شده مثل آن است که من روزه می‌گیرم، آیا کسی است که به زور غذا در دهانم بگذارد؟ یا اگر من عبادت می کنم، آیا کسی است که جلو من بیستد و من را از عبادت منع کند؟ ملل متحد محدودیت های وضع شده توسط طالبان بر زنان را تبعیض سیستماتیک بر مبنای جنسیت خوانده است و از حکومت طالبان خواهان رفع سریع این محدودیت ها و لغو این پالیسی های تبعیض آمیز بر مبنای جنسیت شده است. محمد احمدی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن. بینندگان عزیز برنامه صدقه، قسمی که در گزارش هم شنیدین، هفته گذشته وضعیت زنان افغانستان موضوع بحث چندین نشست در اروپا و ایالات متحده آمریکا بود. در مورد چگونگی نشست ها با مهمان امروزی برنامه صدقه، محترمه شینکای کروخیل، عضو ولسی جرگه پیشین افغانستان، بحث میکنیم. میرمند کروخیل، پروگرام ته په خیر اغلاست. اجازه راکړئ مخکې له دې چې په لویو غونډو کې د افغانستان د میرمنو د وضعیت په اړه بحث وکړو، نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د یوناما د ماموریت پر غځېدو بحث کوي. په مجموع کې په تیرو کبو دوه نیمو کلونو کې د دې بنسټ کار څنګه ارزوئ؟ آیا د افغانانو په خاص ډول د میرمنو لپاره کافي کار کړی؟ نور څه کولی شي دا بنسټ؟ سلامونه. صرف دې لپاره نه ده چې صرف د افغانو مېرمنو لپاره کار وکړي. زه فکر کوم یوازینی بلجه یا اداره ده چې اقلا د بینالمللي ټولنې په نمایندګي هلته موجوده ده، او د دې ماموریت فکر کوم وسیع تره ده صرف د ښځو د حقونو په ارتباط نه ده. معلوم ده زما په اند باندې د دوی دریز نسبتا ملایم و، او فکر کوم چې دوی دې لپاره اندېښمن و چې خپل ماموریت ته په افغانستان کې دوام ورکړي او طالبان دوی سره فیصله زیاته اونه که یا معنی دوی دی ماموریت یا دی کرده اونستی.
نو په هغه اندازه چې باید یو وکړ دا غږ پورته کړی وای او په دې باندې نیوکه کړی وای هغه ظالمانه فرامین چې صادر شو زه فکر کوم چې مطابق د انتظاراتو نه اما په هر صورت د دې ماموریت تمدیدل دل فکر کوم په مجموع کې د افغانستان په ګټه ده چې باید وشي میرمن خو خیز د فشار څه وسیلې کولای شي خصوصا د میرمنو د حقونو په برخه کې نو ما څه لري څه کولای شي په هر صورت یو نما کولای شي چې بار بار یو ته دا یادونه وایي چې کوم کارونه چې تاسو کوي مثلا دا نه شته کوم یو نما کولای شي چې حتی د فیصلا د دې ملاقاتونه یا د هغه په مللي کسان چې راځي مثلا علما او د دین او چې راغلي وایي نه ځینې برنامه داسې تنظیم کړی وایي چې هغه واقعي علما او د بشري حقونو باره کې خصوصا د افغان او میرمنو د حقونو یا د ښځو د حقونو باره کې د واقعي اسلام معلومات شریک شوی وایي ځکه چې دا بل مسله ده بل همدارنګه کومکونه چې راځي اته زه فکر نه کوم چې واقعا افغان میمرین په شکل بدینه مستفید کې ځکه چې کله چې دوی په تقسیم کې یا په تصمیم گیری کې دوی موجود نه وي چې مطمئن ما چې میرمن به حتی هغه بشري مرستو له اخیستلو نه به هم دوی محرومه وي زه فکر کوم چې یونما کافي له طالبانو سره له حوصلې نه او له تعامل نه کاره بله خانم کروخیل درباره آنچه تخطی های حقوق بشری به خصوص نقض حقوق زنان و دختران در افغانستان تحت حاکمیت طالبان خوانده میشه در نشست پارلمان اروپا دیروز پنجشنبه هم به بس گرفته شد و قطعنامه هم صادر شد فکر میکنین که تصویب این قطعنامه و خواستای اعضای پارلمان اروپا باعث تغییر پالیسی و یا هم قسما نرمش طالبان در برابر زنان شوند خب طالبان خود فکر میکنن فعلا از وضعیت بین المللی استفاده نادرست میکنن به خاطر اینکه بسیار خوش هستن که اقلا چین ایران و روس باوج که اونا به خاطر منافع خود و مشکلاتی که با جامعه غرب دارن از این موقع به طالبان استفاده میکنن اما بی خبر از این که آن چیز رو که میکنن هم برای آینده حکومت خود صدمه میرسن و هم برای مردم افغانستان صدمه میرسن هر چقدر که فانسا در اجندای بین المللی باشه هر چقدر تصامیم گرفته شود که دیگر نتونه حکومت هایشان با او شکل بسیار دست باز بتونه یک بسیار یک فرصت تعامل را با طالبان آغاز کنه من فکر می تاثیرات خود داره خب بالاخره محدودیت های وضع خاص شد و تاثیرات وضع خاص شد که طالبان مجبور شوند که جوابگو باشند به خاطر که فعلا کمکان به دسترسشان است از استفاده میکنه و در ضمن اما موضوع گیری که ممالک منطقه گرفته از این وضعیت فعلا طالبان به نفع خود استفاده میکنه میرمن کرو خیل د ملګرو ملتونو په سازمان کې د ښځو د وضعیت په اړه غونډه روانه ده چې د دوه اونیو لپاره ده او د مارچ له 18 تر 22 ده یو شمېر افغان میرمنې هم د غونډې ته بلل شوې دي آیا دغه ډول غونډې ستاسو په نظر د افغانستان در دوا کولی شي هغه کسان چې د غونډو ته وربلل کېږي فکر کوئ چې د افغانستان د ښځو نمایندګي په مناسب شکل کولی شي خب خو زه فکر کوم یو تعداد هغه مېرمنې چې دائما شته دی هغوی په شروع کې هغه انتخاب شوي ول حتی دوی ته ځینې امتیازات قایل شوي دي د هغو امتیازاتو تر څنګه همیشه دغه مهم مجالس به دوی به پکې ګډون کوي چې زما په نظر باندې که همیشه په دې مجالسو کې مختلف ګروپونه ګډون کړی دا به ښه وه حتی هغه ګله او هغه یا شکایت چې مېرمنې لري هغه به رفع شوی په هر صورت زه فکر کوم چې هر څومره موږ مختلف ګروپونه په دغه فرصتونو ورتور کړی شي خپل غږ پورته کړي شي دغه شکایت به کمتر وي نو تر اوسه پورې چې موږ داسې یو میکانیزم نه لرو چې انتخابات وشي څوک نمایندګي کوي که نه کوي اما په هر صورت دایمي عین تیر که دایما عین تیرې دعوت کېږي زه فکر کوم بالاخره دا شکایت به شاید زیات شي او چې وایي به چې ولې عین تیرې بار بار همدغه مجالس ته غوښتل کېږي بله خانم کروخیل با ادامه محدودیت های طالبان بر زنان و مبارزه آنان نسل آینده زنان تحت حاکمیت طالبان را چگونه میبینین؟ مبارز یا شکست خورده؟ من فکر نمیکنم که زنان شکست خورده باشه در حقیقت طالبان در پالیسی خودشان شکست خورده آن چیزی که اونا میکنن من فکر میکنم صدمه برای خود بزنن به رسمیت شناخته نمیشن افغانستان در انزوا میره از کمک ها اگر قطع شود واقعا طالبان دچار مشکلات بسیار جدی خواهد شد به هر صورت زنان افغان نه تنها که برای خود مبارزه میکنن که حق مشروعشان است ما فکر میکنن که برای پیشرفت بر بقا و بر ثبات افغانستان اونا مبارزه میکنن امروز ببینن که دست زن افغان از کار گرفته شده اقتصاددانان میگن که در حدود 1 میلیارد سالانه افغانستان
بس تا خساری مالی میبیند. ببینید که چقدر سهمگیری زنان در اقتصاد مملکت برای اقتصاد خانوادهشون چقدر یک رول مهم را بازی میکند که واقعا اون را طالبان نادیده میگیرند. میرمن کارو خیل ډیر زیاته مننه کوم کور مودان چې زموږ بلنه مو منله او پروګرام ته حاضر شوې کور مودان د خبرونه په دوام کې د بیپولو خبريالانو سازمان وایي چې په افغانستان کې د رسنیو ځپلو او پرخدي